شما صحبت از واکسن رو دارو کردین که انشالله بهش خواهیم رسید. الان یه خبری منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اون واکسن یا هم دارو رو تو مرحله بالینی تست آوردن. الان اون تو چه مرحله ای آیده که؟ هیچ دارو و واکسنی که در واقع خارج از اون چیزی که ما الان داریم اجرا میکنیم نه در واقع تولید شده نه اجازه داره که اصلا مصرف بشه. سازمان جهانی بهداشت اجازه نمیده. از این تخلف اجازه نمیده. از این تخلف آمریکا میگه سازمان ملل زیر نظر ارتش من عمل میکنه. زمان دولت آقای اوباما دکترین نیروهای مسلح آمریکا که نوشته شد در جون پابلیکیشن شماره 1 که دریابود مولان اون رو امضا کرد، آمریکا میگه در هر منطقه کره زمین سازمان ملل میخواد اقدام کنه زیر نظر فرمانده آمریکایی در اون منطقه عمل میکنه. این امضای دریابود مولان. میبینید آدمیرال مولان سند رو در سال 2011 زمان آقای اوباما امضا کرد. این دکترین فور دی آرمد فورسز اف دی یونایتد استیتس سال 2013 به روز رسانی شد، جون پابلیکیشن شماره 1. این دکترین نیروهای مسلح آمریکاست. در این دکترین آمریکا میگه من وقتی سی ام او سی تشکیل میدم در هر منطقه کره زمین فرمانده نظامی آمریکا میخواد اونجا عمل کنه، سازمان ملل زیر نظر آمریکاست. ببینید اون قسمت بالاش میلیتاری یعنی قسمت نظامی زیر نظر اون فرمانده ارتشی آمریکاست. یو ان با همه آژانساش، همه ان جی او ها، رد کورس، هلال احمر، همه اینا زیر نظر ارتش ایالات متحده عمل میکنن. یعنی پزشکان بدون مرز، کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه جهانی غذا، رد کورس و اون هلال احمر همه باید زیر نظر فرمانده ارتش آمریکا عمل کنه. رسما در سند دکترین نیروهای مسلح آمریکا میگه سازمان ملل جزئی از ارتش آمریکاست. ببینید این ذهنیتی که استادان علوم سیاسی در دانشگاه‌های ما ارائه می‌کنن آمریکا رو بزک می‌کنن، این ذهنیتی که در وزارت خارجه ما وجود داره که سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی است، همه در اونجا یک رأی دارن، اینا اصلا جوکه، اینا شوخیه. یونسکو، یونیدو، یونیسف، آی ام اف، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، ایکائو، همه این مجموعه ها تابعی از ساختار ارتش آمریکا عمل می‌کنن. سند رسمی است. اگه کسی می‌تونه تو این سندی که به امضای فرماندهان اصلی ارتش آمریکا در دولت اوباما رسیده کنه بیاد بگه اینجوری نیست.